عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما بیننده های عزیز و ارجمند، شما عزیزانی که همیشه و همیشه به دنبال آرامش در زندگیتان هستین. اما متوجه ای هستیم ما که این آرامش در کجا میتونه باشه؟ به نظر ما که آرامش در دلها و قلبهایی هست که مختص خداوند هست، در قلبهایی که جایگاه خداوند است. از نگاه شما چطور؟ به نظر ما آرامش در دستانی هست که همیشه در تلاش و کوشش هستند، در ذهنهایی هست و در فکرهایی هست که همیشه مثبتهای زندگی را میبینه، در یک باغچه پر از گل، گلهای زیبا را میبینه، نه خارهای او را. آرامش در دلهایی هست که جایگاه صفا و صمیمیت و مهر و محبت هست. از نگاه شما آرامش در کجا هست؟ اما اینقدر از آرامش میگیم، خب بله، ما روزای پنجشنبه در رابطه با آرامش و راه‌های ایجاد او در خانواده همراه شما صحبت‌هایی داشتیم، همراه با خواهر خوبم خانم حسنزاده، و امروز هم در ادامه همین صحبت‌ها همراه شما هستیم. پس خانم حسنزاده را سلام علیکم میگوریم خدمتشان، به خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم. امیدوارم در هر کجای این برنامه رو میبینن سالم و تندرست باشن و در کنار اعضای خانواده خودشون اوقاتی خوب و خوش و همراه موفقیت داشته باشن. زنده باشین، تشکر، بسیار عالی. عزیزان بیننده، در همین شروع برنامه براتون بگویم که خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-413، خواهر خوب و خانم حسنزاده پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستن، نمبر واتساپی ما هست، پس با ما در ارتباط باشین. خب خانم حسنزاده، راه های ایجاد آرامش در زندگی چی میتونه باشه؟ بله، همونطور که شما بیان کردین، ما در جلسات قبل در مورد آرامش در خانواده صحبت کردیم. گفتیم که آرامش در خانواده باعث میشه که محکم بشه خانواده، پایه های خانواده محکم بشه، و حتی راه های ما ایجاد رو و تقویت اون رو گفتیم. حتی گفتیم عواملی باعث میشه که آرامش رو به هم بزنه. و اما جلسه قبل ما آثار آرامش رو گفتیم. گفتیم یک فواید آثاری داره وقتی در خانواده ای که آرامش باشه، و از اونها لذت بردن از زندگی رو گفتیم که کسی خانواده‌ای که آرامش داشته باشه از تمام حتی مشکلات خود لذت میبرن، و یکی رابطه صمیمی بین اعضای خانواده حاکم است و حتی میتونن در مشکلات از بیشتر توانایی‌های خود به نحو احسن استفاده کنن. درست. یا اینکه وقتی در خانواده آرامش باشه، او ایمان قلبی وجود داشته باشه، باعث زیاد شدن ایمان میشه، چون محبت‌هایی که میکنن، عمل صالحی که انجام میدن، خودش بین اینها یک نوع ایمان تقویت میشه بین خانواده. و یکی دیگه گفتیم خانواده که در آرام باشن و تشویشی نداشته باشن، باعث نمیشه که جزافزه کنن و او اسراری که در خانواده هست به پیش بقیه اونها رو فاش کنم. و اما دیگر از آثار آرامش در خانواده که میخواییم این جلسه اونا رو بررسی کنیم، اینه که یک نوع عفو و گذشت رو ما باید ایجاد کنیم در خانواده. ده. اگه عفو و گذشت داشته باشه این خانواده، درون، مشکلات کمتری دارن، یعنی کل اعضای خانواده، بین اعضای خانواده، زن نسبت به مرد باشه، والدین نسبت به فرزندان، و فرزندان نسبت به والدین، بین همشون وقتی عفو و گذشت باشه. چون الان در دنیای ما زندگی میکنه که مشغله های کاری معمولا بسیار زیاد هست، مثلا باعث میشه که استرسی و اینها در باشه، یا مثلا گپ سخنی بیرون از خانواده یا در خانه خانواده ایجاد بشه. وقتی عفو و گذشت باشه، او احساس آرامش به انسان داده میشه که ما حتی میتونیم بیشتر از مشکلات رو با همین بخش و شو اینها اورا رو حل کنیم. بله، بله. و این رو از لطف الهی باید انسان بدانه که من قدرت دارم که طرفی که به ما یک نوع مثلا عصبانی کرده، من رو به خشم آورده، من از او بگذرم. این خودش به انسان یک نوع آرامش میده. ما داریم در آیه 37 سوره شورا که خداوند متعال میفرماین و ازا ما قصبوم هم یغفرون، هنگامی که خشمگین میشوی عفو کن.
بله. یعنی وقتی که ناراحتی از کسی، و مؤمنین و مؤمنات چنین خصوصیاتی دارن که وقتی که از کسی ناراحت هستن او رو عفو میکنن. بله. یعنی برخورد جدی با او نمیکنن. یا در مقابلش اگه مثلا یه کسی به من رو ناراحت کرده و از من دست و خشمگین، اگه من هم مثل او باشم مطمئنا او هم جواب من رو بی پاسخ نمیذاره. بله. و دیگه او دیگه ادامه دار میشه ناراحتی ها و اینها به کدورت حتی ممکنه بیانجامه. پس عصبانی اگه هست انسان، اینا سعی کنه بهترین کاری که میکنه عفو کنه. این در بین خانواده اگه حاکم باشه، والدین نسبت فرزندان و فرزندان هم نسبت والده، باعث میشه که فرد به خطاهای خود خوب پی ببره. ما خداوند سوره نور آیه 22 میفرماید باید عفو و گذشت کنی مگر دوست نداری که خدا هم شما رو ببخشای. خداوند آمرزنده و مهربانه. جالب اینجایی که خداوند وعده میده به ما. بله. زمانی که شما عفو کنی منم شما رو گناهانتان عفو میکنم. خب چه وعده ای بالاتر از این که خداوند ما رو میامرزه. بله. پس خیلی انسان رو میتونه امیدوار کنه که ما بقیه رو عفو بخشش داشته باشیم. خب ما یک مطلب دیگه که بین زن و شوهر خیلی چیز هست در کلام، از حتی از حقوق زن و شوهر است که امام سجاد علیه السلام میفرمایند حق همسر تو این است که بدانی خداوند برای آسایش و آرامش و پرستاری تو و همسرت رو قرار داده و بدانی که اون نعمت خدا هست که خداوند برای تو داده. خب این خیلی جالبه که انسان همسر رو چی زن چی مرد نعمت بدانه. چون وقت نعمت باشه در مقابلش کفرانی وجود هست. برای او نعمت شکرگزاریه. بله. در مقابلش کفران دیگه نمیکنه انسان. خب میگه هر یک از شما باید به سبب همسر، قشنگ ادامهش داره کلام شما رو میگه، میگه هر یک از شما به سبب همسرش خدا رو باید شکر و سپاسگزار باشه و با نعمت خدا نیکرفتاری و مهربانی کنه. بله. نه او که مثلا او رو ناراحت کنه و اینها. و شایسته از همسرت رو گرامی بداری و نرمی و با او رفتار کنی. اگرچه اینجا به مرد میفرمایه حق اطاعت با شما هست. آه. و وقتی زن حق اطاعت رو، مثلا اطاعت زن از مرد که بیشتر هست. بله. دیگه میگه اطاعت او بر تو لازم است تا جایی که معصیت خدا معصوم نشه، اما تو در حق او مهربانی و مهربانی کن که رحمت خدا شاملتون میشه. یعنی وقتی خطایی هم اگه خدایی نکرده دیدی انتقادهای شدید به او نکن. بله. بگذر از او، عفو و بخشش کن. و اما این که خداوند به عنوان نعمت از یاد برده از زن و شوهر، همیشه ما نعمتهایی رو داریم و برای اون به قول شما شکر خدا رو انجام میدیم. و انسان وقتی به این دید نگاه کنه به کانون خانواده، یعنی یک نگاه مقدس و الهی داشته باشه. بله. به عنوان نعمت. ما الان متاسفانه در بین خانواده ها زنانی رو شاید دیده باشیم کم و بیش که به مردان خود میگن ما ایش خیلی ندیدیم از این مرد. بله. این خب این جمله خود کفران نعمته، چون همسر رو ما در این کلام به عنوان نعمت یاد کردیم. خب به جایی که ممکنه یک مشکل داشته باشی به همسر، یک جا همسر شما رو ناراحت کرده باشه، ممکنه ده ها جا اون خوبی هایی رو کرده. انسان نباید خوبی ها رو فراموش کنه. بله. و همون نقطه رو بگیره. اما اول برنامه گفتم خانم حسن زاده که آرامش در کجاست؟ در ذهن‌هایی هست که همیشه به دنبال مثبت‌های زندگی است. احسن. منفی‌ها رو نمی‌بینه. بی به همون جا میتونیم آدم نزدیک بشه. این جمله کاملا با هم مرتبط هستن. و الان مثلا خانمی که میایه میگه که من واسه تو هیچ خیری ندیدم، این داره کفران نعمت میکنه. مشکلات این خانم ممکنه فردای روز بیشتر بشه، چون در وقتی که انسان کفران نعمت کنه خداوند هم قهرش میاد دیگه نسبت به او. خب حالا خداوند چی میگه؟ من بین زن و مرد قرار دادم. سوره روم ما جلسات قبل گفتیم مودت و رحمت رو میگه. بله. ما بین زن و مرد قرار دادیم. خب یعنی مودت و رحمتی که خداوند برای این زن قرار داده و مرد قرار داده، جانب اینجا خدا میگه من قرار دادم. یعنی عنایت کردم به این زن و مرد. خب حالا میگن مودت و رحمت رو دوباره هم ما جاش هست که توضیح بدیم. خب مودت محبتی که در دل باقی نمیمانه،
بلکه او رو ابراز میکنه فرد. همیشه مردا یا خانوما فکر میکنن من که شوهر و فرزندان رو دوست دارم، بله. یا مرد فکر میکنه من همسر و فرزندان رو دوست دارم، خب چه لزومی داره من این رو ابراز نکنم؟ نه، میگم مودت اونه که ابراز کنه که طرف مقابل شما بفهمه شما رو دور دوست، بله. دارید. فقط او که در دل دقیقا. شما باقی است برای خود شما هست، بله بله. ولی او برای طرف مقابل زمان دلگرم میشه که از زبان شما شنیده شده و ابراز شده. متاسفانه این مشکل در خانواده های ما وجود داره که ابراز محبت مثلا دلها و قلبهایشان بسیار به هم نزدیک است، بسیار علاقه من هستن، ولی ابراز در او وجود نداره. احسن. چه زن و شوهر چه پدر و مادر نسبت به اولادا. احسن. الان ما یه راهکارهای محبت رو اینو میگیم که چجور باید اینها رو ایجاد کنیم و ابراز کنیم. دیگه رحمت و خدا، مودت و رحمت رو ما گفتیم. وقتی عیب نقصی از طرف مقابل میبینی با دلسوزی به اون نگاه کن. یعنی نه که عیب و نقص او رو تو رو خشمگین کنه و ناراحت کنه. وقتی انسان توجه داشته باشه یه خطایی از فرزند خود میبینه و او خطا رو این رو ناراحت نمیکنه، وقتی با دلسوزی نگاه کنه میگه که این خطا رو من این بچه نمیفهمه، باشه من توضیح میدم بهش، دفعه دیگه این رو تکرار نکنه و او رو یاد بگیره. خب این نگاه دلسوزی و انتقادآمیز باعث میشه که او رحمت رحیمانه میگیم خداوند رحیم است، بله. خب اینجا رحیمانه نگاه کنه چقدر زندگی فرق میکنه و آرام میشه. شما فکر بکنید که یه خانواده مودت و رحمتی که خداوند به اونا عطا کرده باشن او رو در زندگی خودشان جاری کنن. خب ما میگیم که الان بیشتر خانواده ها دوست دارن خانواده اونها سرشار از محبت باشه، بله. و آرامش باشه، هیچ کی نمای خانه و ناآرام باشه، تشویش باشه، جدال باشه، بگو مگو باشه. همه خانواده ها دوست دارن که این محبت در بین خانواده باشه که تا خانه آرام بشه. خب حالا خانواده های اصلا سوال میکنن خب ما چه کارهایی بکنیم؟ بله، چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم که این خانواده ما هم ما بتونم محبت کنم و اونها هم او اهل محبت باشه و در نهایت نتیجه شما یک آرامش در خانواده هست. ما الان راههای محبت کردن و آرامش در خانواده رو میخوایم بیان کنیم. راههای کلامی داریم و غیر کلامی. این رو بینندگان حتما توجه کنن. راههای کلامی و غیر کلامی. خب حالا ممکنه بگن راههای کلامی هم صحبت کردن و گفتگو کردن که ما چند موردش رو از اون اینجا بیان میکنیم. یکی زن و مرد یا والدین و فرزندان اینها خاطرات خوب خود بیاین در طول روزمره یا در طول هفته این رو بیان کنن. اگر محفل خودی هم رفتن، منظورتون زن و شوهر هستن؟ زن و شوهر یا با اولادا خود در میان بگذارن صحبت کردن، گفتگو کردن. خانم حسنزاده مرد خانواده دیر وقت میایه او چه قسم وقت کنه که بشینن هم روی هم دیگه صحبت کنن؟ دیدن دیگه که قدر مشکلات زندگی زیاد شده که خدا میدونه بسیاری از شوهرها هست، بسیاری از همسرانی که تا دیر وقت سر وظیفه و کار هستن وقتی میاین دیگه حوصله گپ زدن رو ندارن. احسن. ما خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین، چون الان واقعا جامعه امروز ما گرفتار همین مسئله، بله. ولی ما به این اونایی که مشغله کاری زیاد دارن، درست. مثلا بانوانی که حتی خانم ها، بله، حتی خانم ها هم قسم. خب اینو میگم که وقت گذاشتن به زندگی اونا مرد تلاش میکنه که رزق حلالی بیاره به خونه به خاطر اینه که اولادهای در آرامش باشن، درست. خب ما میگیم آرامش بالاتر از اینیه که یک مقدارم برای خانواده اختصاص بدن. بله، یعنی فقط منظور شما ایست که فقط رزق و رزقی آوردن او فقط نمیتونه کفایت کنه. احسن. آرامش در زندگی رو چیزای دیگه هم مهمتر هست. اون این مسائل هم که مثلا صحبت کردن، بله، خانواده، بله. این محبت در خانواده که الان ما بیان میکنیم اینها هم در یک خانواده که به آرامش برسن، بله. واقعا لازم هست. خب خاطرات خوب خیلی تاثیر داره برای آرامش و محبت میان اعضای خانواده. مثلا محفل خوشی که با هم رفتن، سفر خوبی بوده، اینها رو در طول، حالا نمیگیم هر شب، بله بله. در طول هفته برنامه داشته باشن، برنامه برای صحبت کردن، اینها رو در ذهن خود مرور کنن، حتی به فضای مجازی کمتر وقت بذارن، بله. سعی کنن این گفتگو رو میان خودشان داشته باشن، مثلا حتی عکسایی که مربوط به خاطرات مرور کنن، بله. این خود در خانواده آرامش ایجاد میشه. همونطور که اگه دقت کرده باشیم بیماری، حرف زدن از بیماری ها، غم و غصه هایی که قبلا داشته روح رو ناآرام میکنه، بله. حتی بعضی وقتا مثلا ممکنه اتفاقی در یک خانواده افتاده باشه، درست. ما الان بعد از سالها در مورد او حرف میزنیم، او ناآرام بودن و استرس باز هم به انسان وارد، بله. میشه و برعکس ما میگیم برای آرامش خانواده خاطرات خوب رو مرور کنیم.
دیگه از ولی حرفای جگرخونی و مشکلات رو کمتر بیان کنند. این یکی از راه های محبت و آرامش در خانواده. درست. دیگه اینکه مشورت رو افزایش بدن. این هم از راه های کلامی هست. متاسفانه یه جوری نباشه که پدر خانواده یک تصمیمی مایی بگیره، مادر خانواده تصمیمی بگیره، یا اولاد ها مایی تصمیم بگیرن، هر کی به سر خوب راه تصمیم بگیره. و نه یک با هم بیاین یک شوری بذارن. بله. چون هم تصمیمی آگاهانه تر میگیرن، چون یک فکر چند فکر بهتر از یک فکر. بله دیگه، یک فکر درصد. نمیتونه او عمل کنه مثل چند فکر. خب بایی اگه با شعور باشه خیلی بهتر هست. و خداوند متعال در سوره بقره یه آیه 233 میفرماید زن و مرد با رضایت یک دیگر و مشورت هم دیگه فرزند خود را از شیر بگیرن. یعنی حتی برای شیر گرفتن فرزند زن نمیتونه تنها تصمیم بگیره. میگه این رو به مشورت بذاره با همسر خود در میان بگذاره، بعدش فرزند رو از شیر بگیره. خب ولی برای کارهای کلان که دیگه 100% نیاز هست که حتما مشورت از خانواده بگیرن. بله خانم، از خانواده رو من میشناختم، بسیار برام جالب بود که اینا جلسات خانوادگی داشتن. مثلا هر چند وقت یک بار نسبت به موضوعات مختلفی که در زندگیشان بود میشیشتن کل اعضای خانواده، اولادایشان، نوجوانشان، جوانشان، حتی کودکشان، کلشان جلسات خانوادگی داشتن، میشیشتن در رابطه با همون موضوعی که در خانه بود یا مشکل بود یا هر گپی که بود، کلشان میشیشتن یک جلسه خانوادگی تشکیل میدادن، هر کدام نظر میدادن. این چقدر میتونست مفید باشه؟ حالا شاید مثلا اون کودک نظرات خوبه نمیتونست راه کنه، ولی همینقدر که حق گفتن داشت، حق ابراز مشورت خودش داشت، همه اعتماد به نفس از او چقدر بالا میرفت. حتی تشویق میشه که خودش هم این کار رو یاد بگیره. بله بله. مثلا ما داریم که در مثلا جای دولتی که یک بحران ایجاد میشه، مشکل ایجاد میشه، سری جلسه میذارن که سران دولت میشینن جلسات تشکیل میدن. بله. تو خانه هم اگه باشه چقدر مفید هست. چقدر مفید بسیار هست. خانواده موفقی بودن. بله بله. و چقدر مشکلات رو به راحتی حل میکردن. بسیار. هر کدامشان انسان‌های پر استعداد، با پر تلاش، با اعتماد به نفس، و این چقدر پیوند او خانواده را محکم‌تر می‌کرد. بسیار عالی بود. حالا من در ذهنم آمد اینو گفتم بگویم که شاید مثلا خانواده‌های عزیزی که بیننده برنامه ما هستند در این زمینه مثلا یک ذهنیت داشته باشند که چقدر خوب است که ما هم در زندگی خانوادگی خودمون بتونیم تو یک جلسات خانوادگی داشته باشیم که کل اعضای خانواده بشینن یک جای، هم ارتباط و گفتگو میشه بینشان، هم پیوند ما کمتر میشه، همی که هر کدام نظرات خودشان رو بیان میکنن و چی بسا و مشکل خوبتر و بهتر حل شوه. حتی ما در بحث آرامش در خانواده داریم و محبت میان اعضای خانواده، نشستن یک افراد مثلا نظر ما ساده، صبح همه سفره رو میندازن، ممکنه دور هم بخونن، صبحانه بخونن، یا شب بشینن کنار هم. معمولا زورها چون یکی از اعضای خانواده مشغله کاری داشته باشه ندونه، میگن همین خود باعث آرامش در خانواده میشه و رابطه ها رو محکم تر میکنه. او جلسات که دیگه سر جای خودش بمانه. و یکی دیگه اینه که وقتی خانواده هر مطمئنا هر کسی اشتباه میکنه در زندگی خود، هیچ کی نمیتونه بگه من هیچ اشتباهی نمیکنم. و خطایی کرد سعی کنه این جرأت رو داشته باشه که عذرخواهی کنه از خطای خود. این باعث میشه طرف دل مقابل دل گرمتر و نرمتر بشه و این دیگه با او مخالفت نکنه. بله. و جوری بشه که با او برخورد نکنه. ولی بعضی ها متاسفانه به خصوصا مردان خانه، آقایان میگن که عذرخواهی داشته باشن، یا زن خانواده از اولادای خود عذرخواهی داشته باشه، میگه من به کلان مثلا یک زن و مرد کلانی از اولاد خود عذرخواهی کنم. نه، این عذرخواهی شخصیت او رو کم نمیکنه، بلکه باعث میشه که او فرزند از او یاد بگیره و دل از او گرم و نرم بشه. بله. نسبت به والدین خود. بله. پس به یک جمله دیگه که باعث محبت میشد عذرخواهی کردن و کلمات محبت آمیز هم همونطور که گفتیم خیلی تاثیر داره. مثلا چه خوب هسته که حتی گاهی اوقات آقایون به همسرانشون بگن که من تو رو دوست دارم. بله. ما داریم در روایت که میفرماین قول الرجل للمرأه انی احبک لا یسحبه من قلبها، یعنی نمیره از دلش. وقتی که مردی به زن خودش بگه تو رو دوست دارم، چند مدت در قلب زن میمانه. یعنی انقدر ارزش داره و باعث دلگرمی یک زن میشه. خب این از نکاتی است که خانواده‌های محترم باید به او
توجه کنن که بله. و یکی دیگه که هست که از نکاتی که باعث میشه که محبت کلامی رو زیاد کنه، ما همیشه فکر میکنیم وقتی که خانواده مثلا مهمان دارن باید سلام علیک گرمی بکنن، درست. ولی ما این جیودری برنامه ما این برای اینا بگیم نه، وقتی همسر شما اولاد شما وارد خانه شد سعی کنید سلام گرمی داشته باشید. این سلام گرم کردن باعث محبت و آرامش در خانواده میشه. یا حتی بدرقه کردن، مثلا وقتی مهمانی هست خب خارج میشه به رسم ادب و احترام، بله، مهمان رو بدرقه میکنه. خب چه خوبه که زن همسر خود رو، فرزندان خود رو بدرقه کنه. خب این بدرقه کردن باعث میشه که اینها یک نوع محبتی در خانواده ایجاد کنه. ببین ادامه مباحث باشه بعد از یک وقفه که میگیریم. بسیار خوب، تشکر از حضور گرمتان. بعد از یک وقفه همچنان همراه ما باشیم. رسید انتظار آخرای سرورم، مهیای دیدار پیغمبرم. اگر مادرم نیست در کربلا، بود روی دامان زهرا. بیادر نامتون چی از کجا آمده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیر احمد بارکزم استانی از شهرستان میریز. کجای افغانستان است؟ ما از ولایت فراس نیم. بله. اهل سنت هستم. بله اهل سنت هستم. محترم بسم الله الرحمن الرحیم. من رحمدین نورزایی هستم. ما مثلا ماده خاطر ببینید نوه جگرگوشه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و بابوس حضرت امام حسین رضی الله تعالی علیه. بله. سلام علیکم ورحمت. آدم خان بارکزایی از شهرستان میریز. ما امام حسین بسیار دوست داریم، نوه پیغمبر. هر سال برای امام حسین ما نار میپزی تو خود میریز. هر سال ما بسیار اونجا مراسم میگیری. حالا ماده پابوس میخواد بره زیارت امام حسین. امام حسین شیعه و سنی و عجب عجب نداره، کل امام حسین مال گرده. محترم شما بفرمایید از شما تشریف آوردین. بسم الله الرحمن الرحیم. من از میریز آمدم، از ولایت فرای. و ما امام حسین از اذان تمام اسلام میدانه، نه تنها به شیعه و سنی انفی و دیگه و دیگه، از همه اسلام است در جهان. خب چرا این ایام برای زیارت انتخاب کردین؟ این ایام اربعین چرا انتخاب کردین؟ حاج آقا خب ما وظیفه اسلامی مانم. ما امسال به ما چیز داده، دفترچه داده، ما پاسپورت داشتیم به ما داده که میتونی بری. ما در خدمتشیم. هر سال که ما رو بیاره ما افتخار بینیم ما پابوسش میاییم. ما در بله بله که میاییم. این نوه پیغمبر از جگرش هست، ما افتخار میدونیم برای خود. تمام اسلام ما توسعه ما ای است که شرکت کنه، برید به جگرگوشه پیغمبر علیه السلام زیارتش بکنه، پابوسش بره. با امید خدا ما خلاصت ما افتخار میکنیم به این جمعیت. واقعا من نمیتونم چی بگم، واقعا در پوستم میگنجم که این صحنه رو میبینم، چون تارا به چش تمام رو حالا 42 سالم شده این صحنه رو ندیدم. واقعا هر برادر اهل تسنو که میتونن در این مراسم واقعا بتونن بیان شرکت کنن، نباشن که مثلا تو خونهشون بشینن. برایشون الان ویزا میدن، امکانات فراهم کردم. واقعا برادران افغانی که اینجا منکب زدن واقعا ازشون تشکر میکنم، بسیار کار بزرگی کردن، یعنی در دنیا بی‌نظیره. چون ما تا الان این صحنه رو واقعا ندیدم. در پایان از جمهوری اسلامی ایران بازم تشکر میکنم، همه دست پاشون رو میبوسن که ما رو گذاشتن بیان کربلای معلا، پابوس آقای امام حسین و زیارت های دیگر. بخیر باشه. این چیز در آخر هم میخواستم بگم، من الان 17 سال آشپز امام حسین هم شهرستان میرید. 17 سال؟ 17 سال واقعا ریش ما توی، یعنی ما از امام حسین واقعا چیز دیدم که یعنی نمیتونم برای ایش هیچ جور بیان کنم اونا. واقعا یعنی تو پوستم الان نمی گنجم. من خادم امام حسین هستم، کارگر آقای امام حسین هستم. الان مدت 17 ساله. شما میتونید برادرها بپرسید. من فقط شخصا برای آقای امام حسین روز عاشورا اندازه 3000 نفر ما غذا میپزیم. یعنی 17 سال ما در راه آقای امام حسین برای اینجا نتونستم مشرف باشه. واقعا از روزی که گفتم سال اول، امسال سال اول بره. ان شاء الله الان بچه‌ام واقعا 3 تا بچه‌ام عکسام الان تو گوشت دست برادرم که یعنی گریه میکنن که ما حرکت کنیم. ما رو هم ببر. گفتم خواهر، دخترم، همسر نمیتونم امسال ببرم تو. انشالله گفتن سال آینده. گفتن شرایط ببینن چی جوره است که انشالله سال آینده شما رو مشرف بشن بره. واقعا از شما تشکر میکنن همه تمام مردم. واقعا با ما هیچ گونه تبعیض از ماشینایی که اینجا ما رو آوردن تا کافه های جایی که ما برخورد کردیم هیچ تبعیض با ما نبوده.
مثل همون مردم کسای دیگه. انشالله ما پابوس آقای امام حسین بار اولمون بریم. دست شما هم درد نکنه، همگی مردم خوشحال و سربلند باشه. خیلی خوش شدیم. خدا نگهدار. احترام پیدا کردیم که حاجی رحمتی عزیز ما با خانواده اومدن. با چند نفر؟ ما با دو نفر، مثلا ما و خانم اومدیم. مثلا یکم پسر منم، با پسرم سه نفر. بله ما با پسر اومدیم. بله. ما اینقدر پیسه خرج می‌کنی، کس به شما نمیگه که چه خبره در این راه قسط پیسه خرج؟ کس ببین اگر او نافهم باشه حرف بزنه، آدم با فرنگ نمیتونه حرف بزنه. چون ناوه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جگر گوشه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این کس نمیتونه، کسایی که او اصلا نمیفهمه حرف میزنه. ما چون دوست داره امام حسین، دوست داره چون ناوه حضرت محمد جگر گوشه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی باشی، سلامت باشی شما. خدا حافظ. خب عزیزان بیننده، با برنامه روشنا همراه شما هستیم و امید داریم شما هم تا آخرین لحظات همچنان بیننده برنامه ما باشین. و اما موضوع برنامه ما آرامش و ایجاد او در خانواده، که چقدر ما صحبت‌ها در این زمینه داشتیم و چقدر راه‌های بسیار خوبی را خواهر خوب ما کارشناس برنامه ما خانم حسن‌زاده برای شما عزیزان بیان کردن. و اما باز هم میشنویم در این زمینه و ببینیم که چه راهکارهایی وجود دارد تا این که ما بتانیم به آرامش‌های زندگی خود ما دست پیدا کنیم. و این آرزوی همه شما و ما هست که بتانیم یک زندگی پر از آرامش داشته باشیم. امیدوار هستم که لحظه لحظه زندگی یک یک شما عزیزان پر از آرامش باشه و با این آرامش بتانین به موفقیت‌های زندگیتان دست پیدا کنین. خب خانم حسن‌زاده، قبل از اینکه ما وقفه و میان برنامه رو بیاریم، صحبت‌های در رابطه با ایجاد آرامش و راهکارهای او شروع کرده بودین و باز هم ادامه داره. بله، ما راهکارهای کلامی رو هنوز داشتیم. میگفتیم که محبت و آرامش به چه مواردی بستگی داره، بحث‌های کلامی بود. مورد دیگه که هست، انسان باید قدردان و همیشه باشه. یعنی از طرف مقابل خودش سپاسگزاری کنه، تشکر کنه. ممکنه خانمای محترم و آقای محترم بگن آقایی که میره از خانه کار میکنه و برای رزق حلال میاره به خانه، این وظیفه اویه. خب نیاز به تشکر نداره. و یا خانم خانه که بگه من نه، اگه اولادهای خود تربیت میکنه، پخت و پزی داره و یا تمیزکاری منزل داره، میگن اینم که وظیفه هر زن هست. نیاز نیست که نیاز به تشکر قدردانی نداره. نه، ما اینجا میگیم نه، اگه محبت و آرامش رو در خانواده میخواین زیاد کنین، اینجا به خوب است که زن خانواده، اولادهای خانواده از مرد خانواده تشکر کنن و برعکس مرد خانواده هم از همسر خود تشکر رو داشته باشه. درست. و این خودی وظیفه شناسی رو میرسانه و یک روح نو نه تنها به طرف مقابل دلگرمی آرامش میده، به خود انسان هم یک نوع آرامش میده. یک قدردانی رو به در یک تحقیقاتی که نشان داده، گفتن انسان هایی که قدردان هستن، یعنی زحمات طرف مقابل رو میشناسن و اونا رو به دیده مثبت میگیرن، بله، استرس و فشار روانی کمتری دارن و از سلامت بیشتری برخوردارن. چون امیدواری رو به زندگی خودشان دارن و امیدواری رو به دیگران هم میدن. چی خوب. و این آرامش رو در زندگی ایجاد میکنه. بله. این روانشناسا خیلی تاکید دارن، میگن حتی وقتی میبینی کار خیلی بی ارزشه، تو چنان اون رو مثبت ببین و بزرگ بیندیش که سپاس و قدردانی ببین که داشته باشی از طرف مقابل. بله. همه خود باعث آرامی و دلگرم کردن میشه. اینها مباحثی بود در بحث کلامی که ما تا اینجا گفتیم. و اما مباحث غیر کلامی که خوب. در خانواده باید باشه که این آرامش و محبت بین افراد خانواده، حتی به اجتماع هم که همین افراد خانواده میتونن کشانده. بله. بشه. یکی از اونها انفاق کردن. انفاق کردن به هم نوع خیلی در زندگی انسان تاثیر داره. چون انسانی که از یک رفاهی برخوردار هست یا یک زندگی راحت تر که برخوردار هست، بله، اگه به هم نوع مثلا انفاق کنه. درست. یا به عنوان صدقه واجب مستحب کار نداریم. ها. یعنی به او بده، باعث میشه که این وجدان راحت تر باشه. شب که میخواد به قول معروف سر خوب زمین بذاره، با خیال راحت تر که همسایه ما هم یا قوم و خیش ما هم یک نوع تشویش نداره که و آرام است که من به اونها هم یک کمکی کردم و این با آرامش به خود از او هم برمیگرده. بله. از طرف که به اطرافیان میتونه آرامش بده. با چقدر تاکید شده در این زمینه که میگم سلمان نیست کسی که همسایه او گرسنه بخوابد. این رو باید بسیار در ذهنیت خود ما داشته باشیم و فکر کنیم نسبت به این موضوع.
حتی در مورد آرامش خداوند متعال میفرمایند که از اموال آنها صدقه و زکات بگیر تا به وسیله آنها آنها پاک سازی و پرورش پیدا کنند و به آنها هنگام گرفتن زکات دعا کن. این سوره توبه 103 است که دعای تو که دعایی که میکنه ان صلاتک سکن لهم، یعنی سکن یعنی آرامش باعث میشه که به اونها بده و خداوند ان والله سمیع علیم، خداوند هم شنوا داناست، یعنی کارهایی که انجام میده آگاه هست. سوره توبه آیه 103 این رو میفرماید، یعنی میخوای آرامش داشته باشید انفاق بله. سکنه به کار دقیقاً. برده به خصوص در شرایط امروز که وطن ما و هموطنهای ما چقدر در سختی و مشکلات هستند، حالا خانواده خود را دست دادن، سرپرست خانواده خود را دست دادن در جنگ ها و برنامه هایی که در وطن ما هست، خب درک کنن همسایه خود را. اگر به هر حال آشنا و فامیلی هست که دست غرق مشکلات و سختی هستند، این انفاق کردن حال میتونه معنی پیدا کنه. حالا میگم بعضی هم میپرسن که ما این انفاق رو بکنیم، مثلا میخوایم انفاق کنیم اینا، این رو به چه حال انفاق همیشه باید زکات واجب خوب بدیم؟ نه، اینجا در همین توضیحات هم ما میگیم که انفاقی که میخوای بکنی حتما نماید صدقات واجب باشه، حتی صدقات مستحب برای سلامتی خانواده و خود بله. یک پولی که کنار میذاری یا یک نوع مواد غذایی کنار میذاری خودی رو یک نوع انفاق محسوب میشه. بله. انفاق همیشه نباید ما فکر کنیم که یک چیز بودجه کلانی باشه که تا طرف خوشحال بشه، نه، از همون چیزایی که روزمره انسان استفاده میکنه میتونه به هم نوع خود خوب بده، به خصوص به قول شما در این شرایط امروزی. خب میگن حالا صدقات رو آشکار بدین یا مخفی بدین، خب این کدوم آرامش بخشتر هست؟ خداوند متعال سوره بقره آیه 271 میفرمایند اگر صدقات رو آشکار بدی کار خوبی، پس آن کار خوبی است، ولی اگر آنها رو مخفی ساختی و به نیازمند دادی این برای شما بهتره، قسمتی از گناهان شما را میامرزه و خداوند با آنچه انجام میدی آگاه است. بله. پس دیگه باید توجه بکنیم که اگر به مستمندی چیزی میخوای بدی، چون ممکنه یک مستمند قبلا از لحاظ مالی خوب بوده یا حتی از لحاظ مالی پایین آبرو داره این فرد، باید انسان برای آرامش او فرد بیاد این صدقات رو مخفی بده. مطمئنا خداوند دیگه میگن به همه کار این فرد آگاه هست که بله. صدقه مهم اینه که خداوند در نزد خداوند محفوظ باشه و چه خوبه کسانی که صدقه میدن اینو مخفی بدن. ولی همون که بعضی ها هستن که مثلا انفاق میکنن باعث میشه حتی آبروی یک فرد بله. یا او رو تحقیر کنن. درست. او نمایه بفهمه که قوم و خش و اینها بهشون کمک میشه. بله. خب چه خوبه که همو هم به صورت مخفی باشه. پس چیزی آرامش هم برای انسان داره که به خود انسان هم به طرف مستمند که مخفی باشه. این رو باید حتما توجه داشته باشه انسان در بحث انفاق کردن. دیگه از که راهکارهایی که در بحث انفاق مهم هست اینه که انسان، ما این آرامش اعتقاد قلبی رو قبلا بیان کردیم که در قلب خود ایمان به خداوند داشته باشه و یک توکل به خداوند داشته باشه، این خیلی میتونه انسان سرنوشت انسان رو بر خداوند عوض کنه. خب وقتی ما میگیم توکل به خداوند داریم، ما قبلا همینو گفتیم که یعنی همه چیز رو امور رو به خداوند متعال بسپاره. بله. یعنی هیچ خودی منشی که فرد داره، کارهایی که امروز انجام داده که خودی انجام داده، کارهای فردا خود دیدین که مثلا کسایی که اداره هستن به منشی خود بسپاره دیگه این خیال راحته. وقتی ما کار به خدا میسپاره باز هم بعض وقتا تشویشی داریم. خب این مشکل از ما هست، یعنی همون تشویشی که شما میگین اون رو نباید داشته باشیم دیگه. وقتی کار رو به خدا سپردی، من وظیفه امروز خود انجام دادم، وظیفه فردا خود هم میفهمم چی کاری باید انجام بدم، من وظیفه خود انجام دادم، بقیه رو به خداوند بسپاره و این کاری هم که انجام میدیم حتما با عمل صالح دخیل باشه. ما یک داستانی رو اینجا ذکر میکنیم که در سوره بقره آیه 67 انشالله بینندگان عزیز بعدن میرن مطالعه میکنن که ما سوره بقره رو داریم، بزرگترین سوره قرآن بله هست بله. و در داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل آمده هست. خب میگن که مرد جوانی بود که دارای کمال اخلاقی بود، این مرد مثلا غلات میفروخت، مثلا آرد گندم اینها خرید و فروش کرد و مشغول تجارت خود داخل مغازه بود. وقتی که داخل مغازه مشغول به تجارت بود، یک فردی آمد یک جنس کلی از او خرید. خب
مطمئنم وقتی که جنس کلی از فرد خریده بشه سودی هم کلان است. بله. خب این سود کلان باعث شد که این جنس رو بره به انبار رجوع کنه و تا جنس رو به مشتری بده. وقتی که میایه به دم انبار میبینه پدر ازی به دم انبار در قفل کرده و کلی انبار رو هم در جیب خو کرده و دراز کشیده و استراحت میکنه. خواب هست اینه چیز پدر جوان خواب هست. وقتی میبینه پدر خوابه به مشتری میگه من به یک شرط از انبار جنسو که فروختم به تو میدم، به شرطی که پدرم بیدار بشه. چون من به خاطر یک سود مالی نمیرم به پدر خود از خواب بیدار کنم. و گفتگو میکنن اینا، به مشتری میگه نه من مثلا پدر خود بیدار کن، من یک پول بیشتری هم حتی به تو میدم. اون میگه نه من حتی صبر میکنم که پدرم بیدار بشه از خوابی و تایی که مثلا بتانه من او قلات رو به تو بدم، حتی تخفیفم به تو میدم، یک مقداری هم از اون کم میکنم. گفتگو میان این دوتا صورت میگیره و آخر به این نتیجه میرسه که این پدر خود بیدار نکنه و او هم مشتری هم باعث میشه پول خور بگیره و بره. خوب. از یک جادگی مال تهیه کنه. و این پدر همچنان خواب است. وقتی پدر بعد از یک چند ساعت بیدار میشه میبینه جوان بدم مغازه نیه و بدم دکان نرفته و بدم انباره. وقتی جویا میشه که چرا امروز بدم دکان نرفتی که معامله خور انجام دی، و شعر او واقعه رو به جوان به پدر توضیح میده. وقتی که این رو به پدر توضیح میده، پدر از یک طرف خیلی خوشحال میشه که چنان پسری داره و از خدا رو شکر میکنه که چنین پسری تربیت کردم که مرا حتی از خواب بیدار نکرد به خاطر قابل توجه جوانای امروز خیلی باشه. بله. چون که مرا از خواب بیدار نکرد که سودی مثلا از دست بده. بله. از طرفی هم به بچه خود گفت که منم راضی بودم که مرا از خواب بیدار کنی تا ای که توی سود کلان رو از دست ندی. و جوان میگه نه من از چیز ایر تصمیم رو گرفتم. بله. و خوابیدن شما رو ترجیح دادم به یک پولی که قراره به دستم. یعنی که یک ذره آزار نبینه مثلا پدرش. پدر یک لحظه میخواد از اونجا بلند بشه. بله. و پدر هم به خاطر این واقع باعث میشه که یک مقدار از سود رو جبران کنه. پدر یک گاوی داره و این گاو رو هدیه میدن به پسر خود، میگن انشالله در سالهای آینده از این سود فراوانی بکنی به خاطر اینکه تو احترام من رو نگه داشتی. بله. و باعث نشد من رو بیدار کنی. و این باعث میشه که این گوساله بوده، البته این گوساله رو بده و بعد از 3 سال این گوساله گاو بشه. خب این واقعه رو ما میذاریم کنار، انشالله بینندگان توجه داشته باشن. این داستان رو برمیگردیم در همون روزگار. خب یک منطقه دیگه دو تا پسر عمو بودن، یک دختر عمو داشتن. یک پسر عمو متدین بوده و یک پسر عموی دیگه از تدین و ایمان و اینها سودی نبرده بوده، فقط تنها چیزی که داشته پول داشته. این بچه که مؤمن بوده پول نداشته. خب وقتی که از دختر عمو خواهر دوتا خواستگاری میکنن، دختر عمو وقتی با پدر و مادر خو اینها مشورت میکنه، میگه که من یک از حدود از این دوتا رو انتخاب کنم. اگه با این که متدین هست اگه برام ازدواج کنم یک زندگی آرومی دارم، ایمان هست و محبت. بله. هست و اخلاق هست و اینها در این خانواده، ولی پول نداره. بله. زندگی سخت و با مشکلاته. و اگه با برم با اون زندگی که پولدار هست. بله. بله. که پولدار هست دیگه زندگی رفاه و آسایش و همه چیز دارم، ولی از ایمان دیگه سودی نبرده. ممکنه چقدر به من ظلم کنه بعد. پس تصمیم میگیره با راهنمایی های پدر و مادر خود که با این پسر متدین هست ازدواج کنه. درست. و این میای با این پسر متدین که ازدواج کنه. پس این شهر واقعه رو این پسرمویی که پولدار هست میشنوه. میگه که من چه کار کنم که باعث بشه که دخترمو با من ازدواج کنه. تصمیم میگیره این پسرمو خود به خانه خود دعوت کنه به عنوان مهمان. و این وقتی که دعوت میکنه به خانه خود، خود میای مهمانی میکنه، آخر شب این رو باعث میشه به طرز خیلی ناراحت کننده بکشه. میگه اینجی که ای رو بکشم، چونی که کس دیگه غیر از من نداره. بله. دیه میرسه من خرج عروسی خون میکنم، با دخترمو خواهم ازدواج میکنم. دو تا سود میبرم از کشتن ایفر.
ولی از اونجا که خدا با کسی کسته که متدین و مؤمن باشه، اینو خود وعده خداوند است. بعضش به این میاره به وسط خیابان میذاره به قول ما، یا به وسط جاده میذاره و میره. و بعد از اون که به نفرها جمع میشن اونا، ساعتی بعد خودی میایه میگه ای های پسرموی من این مقتول. بعد اهالی اون زمان بنی اسرائیل بوده که اهالی پولی جمع میکردن، میگفته اهالی باید پولی جمع کنن و دیه ای رو به من بدن. وقتی که دیه ای رو به من بدن که من بتونم، که مثلا به ذهن خودش، با خودش هم قاتل بوده، اهالی میگن نه ما قاتل ای رو پیدا میکنیم، از خود قاتل دیه رو میگیریم و گفتگو میشه و اینها. و وقتی که به نتیجه میرسن که این آیه قرآن در اینجا نازل شده، آیه 67 سوره بقره هست که میگن وقتی که گفتن که به گومگو به جایی نرسی، گفتن که قوم موسی گفتن که گاو ماده ای رو ذبح کنیم و قطعه ای از بدن او رو به مقتول بزنید. بله. از گاو رو که مرده. بله بله. به مقتول بزنید که که او بزنده شه و بتانه خودشو معرفی کنه قاتل خودشو. درست. و از این قوقا و آشوب هم میخوابه. چون فرصت نداریم خانم حسن‌زاده، نتیجه آخر بسیار کوتاه، اگر بگید که با خدافیزی کنیم. تنها میگم اینجا بگم که همه که وقتی گاو رو میکنن. بله. میخرن این گاو، او گاوی هست، او گاوی است که او به چه جوان پدرش بشه هدیه داده و پول بسیار زیادی باعث میشه که او به او گاو پرداخت کنن و این پسر ثروتمند میشه به وسیله دعای پدر خودش که او رو داده و این جوان هم زنده میشه و میتونه با دختر این جوان متدین با دختر مورد علاقه خود ازدواج کنه. اینها به ما درسه، آرامش در زندگی نه پول نه ثروت و نه چیز. به صورت کلی ما میتونیم این مسئله رو بگیم، آرامش در زندگی اعتقاد و عمل صالح ما هست. بسیار و که به خداوند داریم. بسیار خوب، تشکر میکنیم. و امروز آخرین مبحثی بود که در رابطه با آرامش ما صحبت کردیم. امیدوار هستیم که لحظه لحظه زندگی یکی بیننده های خوب ما سر تا سر آرامش و صفا و صمیمیت باشه. تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان. با اتفاق خواهر خوب ما خانم حسن‌زاده از حضور شما مرخص میسیم و خدافظی میکنیم و شما را به خداوند پاک و بزرگ و مهربان میسپاریم و همچنین در نماز اول وقت ما را دعای خیرتان فراموش نکنیم. خدا نگهدارتان. عليك يا أجمل خلق الله.